به نام خدا، من اشکان قنبرزاده هستم، دانشجوی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. الان حدوداً 6 ماهه که با قطب رباتیک شریف برای پروژه کارشناسیم همکاری میکنم تحت نظر دکتر مقداری و دکتر عالمی. پروژه که من انجام دادم با ربات انسان نمایی بود که خریدار شده بود، اسمشو گذاشتیم نیما و ایده اولیه‌اش هم یکی از جلساتی که آقای طاهری دانشجوی دکترا اینجا برای کودکان مبتلا به اوتیسم شروع کرده بود و میخواست از این ربات برای درمان اونا استفاده کنه. پروژه استارت خورد و با دو تا بیمارستان تخصصی کودکان محک و مؤسسه خیریه محک و همینطور بیمارستان مرکز طبی کودکان با همون همکاری کردن در مورد این پروژه و ما 8 نمونه کودک بیمار انتخاب کردیم، توی جلساتمون شرکت کردن، جلسات روانشناسی درمانی که به کمک ربات و روانشناس انجام میشد و همینطور 6 نفر هم در گروه کنترل یا گواهمون بودن که نتایج رو بتونیم دقیق بسنجیم. ما با توجه به صحبتهایی که با روانشناسا کردیم تصمیم گرفتیم جلسات هر کدوم بر یک موضوع مشخصی محور داشته باشه و راجع به دغدغه های بچه ها باشه. مثلا ربات در یه جلسه دکتر میشد، یه جلسه پرستار میشد و راجع به چیزایی که بچه ها ازش ترس دارن یا نگران دارن، مثلا تزریقات مکرر، آزمایش های دردناک، مثلا اتاق سی تی اسکن ممکنه براشون استرس آور باشه. راجع به چیزای مختلف باشون صحبت میکردیم به امید اینکه شاید بتونیم لول استراب، خشم و افسردگیشون رو کاهش بدیم. همینطور ما در مورد انگیزه بچه ها باشون کار کردیم. توی یکی از جلسات قبل از جلسه آخر ربات که تا اون جلسه به بچه ها آگاهی میداد راجع به بیماریشون، اینکه سرطان چطوریه و چطوری به وجود میاد ولی نه با اسم سرطان، و همینطور درمانش، چرا بچه ها باید چنین درمان های سختی رو تحمل کنن. امیدمون به این بود که این آگاهی ها بتونه به بچه ها کمک کنه تا بیشتر همکاری کنه و همینطور لول ناراحتی های روانیشون هم کاهش پیدا کنه. یک جلسه ربات حافظه‌اش از دست میده طبق سناریوهای ما و این دفعه اون بچه قرقرو، خشمگین و بهونه‌گیر میشه و حالا بچه‌ها کمکش میکنن تا یادش بیاد موارد و همینطور یه جورای بچه‌ها خودشون رو تو این ربات میبینن که این میتونه یکی از کارهای درمانی باشه که با بچه‌ها صورت بگیره و متوجه خودشون بکنتشون و به گونه اون ناراحتی های روانی برطرف کنه. جلسه آخر رو اختصاص دادیم به امیدها و آرزوهای بچه ها. بچه ها نسبت به آیندهشون دید مبهمی دارن، بچه های مبتلا به سرطان، چون وضعیتشون اصلا مشخص نیست که ممکنه آینده برای خودشون تصور نکنن. ربات راجع به شغل های هیجان انگیز، راجع به کارهایی که در آینده میتونن انجام بدن صحبت میکنه و از بچه ها میخواد که آرزوهاشون رو بیان کنن و به این صورت نسبت به آینده یک دیدی پیدا کنن. بعد از اینکه جلسه تموم شد، جلسه در 8 جلسه صورت گرفت با هم موضوعی که گفتیم. بعضی که تموم شد ما نتایج رو بررسی کردیم، از تست‌های استاندارد روانشناسی استفاده شد. نتایج مؤثر بود خوشبختانه و نشون داد که سطح استراب، خشم و افسردگی کودکان کاهش پیدا کرده بود نسبت به ابتدای جلسات که تست‌ها رو گرفتیم و همینطور گروه گواه هم تفسیر کردیم و نشون دادیم که نتایج معنادار بوده و به خاطر کار ربات در کنار روانشناس با بچه ها بوده. امیدوارم که این پروژه بتونه ادامه پیدا کنه و با ایده های بهتری بتونن برای این بچه ها کاری انجام بدن، چون من خودم باور دارم با توجه به تجربه که دارم اینکه روحیه بچه ها، اگه روحیه بچه مبتلا به سرطان اگه بهبود پیدا کنه، اگه ناراحتی های روانشون کاهش بده کنه، مطمئنن نرخ بهبودشون و احتمال زنده بودنشون بالا میره.